امروز مشکلات ما ناشی از ساختارهای کفرآلودی است که نه الزاماً چند کافر اونها رو به وجود بیارد، بلکه فرهنگ کفره، نه ایراد فلان جوان. مشکل ما ترویج روحیه مصرفگرایی توسط خود مسئولین ماست. مسئول ما ماشینی که سوار میشه به مردم میگه چیکاره باشید، لباسی که تنش میکنه به مردم میگه چیکاره باشید، غذایی که میخوره به مردم میگه چیکاره باشید، محلی که زندگی میکنه به مردم میگه چیکاره باشید. عقب دادن ابو تراب بس که رو خاک میشست. بلدم، منم بلدم گندم بسابم، آرد آنچنانی آماده کنم، عسل فلان جا رو بخورم، اما چیکار کنم وقتی میدونم تو یمامه یه نفر سر گرسنه رو زمین بگذاره، علی اینجا سیر باشه؟ از این باید چی استنباط کنی؟ یعنی تمام قوانین قواعد مسئول نشو به درک که نمیای؟ مگه نامه برات فرستادن؟ مگه دعوتنامه فرستادن؟ میخوای زندگی سو برو بیرون کار کاسبی خودتو داشته باش، اومدی اینجا با سختت بگذره؟ درد آوره که چین کمونیست داره این فرمان امیرالمومنین اجرا میکنه. کسی که عضو حزب کمونیست میشه حق نداره رستوران لاکچری بره. درد آوره. بعد وقتی اینجوری باشه شما میتونی به مردم بگی مقاومت کن، مردم خود وای میسین. اما درد مردم چیه؟ میگه داداش انگار فقط اینا مال ماه، خوباش مال شماست، گوشتش مال شماست، استخونش مال ما. بیا بیا تو منطقه آلوده تهران زندگی کن. بیا دیگه رفتون بالا بیخ دور فهمه تو از دود، فقط اون پنجره که باز میکنم تر ترش سیاه، دیدارهای ژاپنی‌ها رو نشون میده، دیدید دیگه محیط کاملا ساده فلان رحمان میشه. بعد اینجا کسی میگه بدبختی ژاپنی‌ها چقدر بیچارن هیچی ندارن، کسی این حرفا میزنه؟ اینجا یارو تو کاخ نمیتونه بکشی بیرون با چی؟ فقط شاه هرون بود مثلا بدبخت بره تو کاخ، تو بری تو کاخ جلسه بذاری چیزی میشه؟ یعنی تصاویری که از اتاق جلسات ما مسئولین خارجی از رئیس سازمان ملل پوتین موتین اجزا بگیرید بیت میاد بیرون، دقت بکنید اون میز و مبله رنگ شده 20 سال اونجاست، ببین همون مدل رنگ کردن.